امروز در رابطه با درگذشت هنرمندانی که در سال گذشته یعنی 1401 جونشون رو از دست دادند و فوت کردند. در سال گذشته هنرمندان خوبی رو از دست دادیم. سال خوبی نبود. از شروع سال ایران در آتش خشم جلاد خامنه ای می سوخت و تقریبا از شهریور ماه بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی ایران در آتش زیر خاکستری که سر برآورد و مرگ عمدی مهسا امینی این آتش رو در سراسر ایران دامن رژیم خامنه ای رو گرفت و الان 6 ماه است که همچنان ادامه دارد. اما در این سال هنرمندانی هم که درگذشتند و پیروزی انقلاب نوین رو ندیدند رو خدمتتون میگم و مروری میکنیم که در سال 1401 چه هنرمندانی از دست رفتند. هنرمندانی که در بخش سینما و تئاتر و دیگر بخش‌های هنری برای مردم ایران هنرنمایی میکردند. مروری داریم بر این هنرمندان. هنرمندانی که امسال را از دست دادیم، هنرمندان که جا ماندند ولی یادشون و کارهاشون همیشه به همراه ما خواهد بود. در سال 1401 بازیگران، دوبلورها، پژوهشگران و شاعران آشنایی را از دست دادیم که برای مردم ایران خاطرات به همراه دارند. در 4 اردیبهشت شهلا ناظریان، دوبلور و بازیگر از دنیا رفت. در 5 اردیبهشت نویسنده و پژوهشگر محمد علی اسلامی از دنیا رفت. در 24 تیر بازیگر خوب روح الله مفیدی یاران خودش رو تنها گذاشت و رفت. و اما یک روز بعد 25 تیر 1401 هنرمند خوب اسماعیل شنگله استاد دانشگاه هنرهای دراماتیک، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده که سالها در تلویزیون ملی ایران به عنوان تهیه کننده کار میکرد، بازی میکرد و در دانشکده هنرهای دراماتیک هم تدریس میکرد هم 25 تیر از دنیا رفت. 10 مرداد احمد گلشیری مترجم محبوب از دنیا رفت و 19 مرداد هوشنگ ابتهال شاعر و پژوهشگر برجسته ایرانی در آلمان از دنیا رفت. بابک برزویه عکاس خوب هم در 25 مرداد 1401 دنیا رو ترک گفت. و اما 31 مرداد دوبلور بسیار برجسته منوچهر اسماعیلی هم از ما خداحافظی کرد و رفت. 10 شهریور عباس معروفی نویسنده در آلمان بر اثر بیماری سرطان درگذشت. 22 شهریور اصغر یوسفی کارگردان سینما فوت کرد و 23 شهریور یدالله رویایی شاعر دنیا رو وداع گفت. امین تاروخ هنرپیشه قدیمی 2 مهر 1401 فوت کرد. جلال مقامی دوبلور بسیار شایسته و مجری خوب هم 5 آبان درگذشت. ناصر تکمیل همایون 25 آبان که تاریخ نگار و پژوهشگر بود فوت کرد. در 26 دی ماه امسال هوشنگ لطیف‌پور دوبلور برجسته که معروف‌ترین کارهاش سریال دایجان ناپلئون به کارگردانی ناصر تقوایی بسیار اثرگذار بود. صدای اون به عنوان راوی سریال دایجان ناپلئون زبان زد خاص و عام بود. و در 2 بهمن ابوالحسن مختاباد روزنامه‌نگار و پژوهشگر در امریکا از دنیا رفت. ابوالحسن مختاباد برادر مصطفی مختاباد، دکتر مصطفی مختاباد، استاد دانشگاه و یکی از هنرمندان و نویسندگان معروف بود که ایشان رو از دست دادیم. در 27 بهمن هم حسن ناهید نوازنده معروف نی دنیا رو ترک کرد. و در 6 اسفند سال 1401 شهرام عبدلی یکی از بازیگرانی که بعد از انقلاب به عنوان دوبلور و بازیگر معروف شده بود هم درگذشت.
و در 14 اسفند محمد جواد نظری گلپایگانی بازیگر، تهیه کننده و یکی از کسانی که در سینمای ایران زحمات زیادی کشید و سرمایه و پول خودش رو صرف ساخت فیلم کرد، متاسفانه غریبانه بدون هیچ تبلیغی و بدون هیچ اطلاع رسانی در 14 اسفند محمد جواد نظری گلپایگانی که نقش آتقی در سریال آینه عبرت اون رو محبوب و معروف کرد. و اما هنرمندانی که در خارج از کشور ما اونها رو از دست دادیم. 3 نفر از هنرمندان بسیار شایسته و معروف قدیمی هم در خارج از کشور غریبانه درگذشتند. مسعود اسداللهی، هنرمند خوب که در سریال‌های طلاق و بسیاری فیلم‌های سینمایی معروف که بسیار کارهای خوبی رو انجام داده بود و در خارج از کشور در امریکا به سر می برد و در آرزوی بازگشت به ایران بود، در 2 مرداد 1401 از دنیا رفت. و دیگر هنرمند منوچهر احمدی که بسیار هنرمند، فیلمساز و بازیگر فوق‌العاده‌ای بود، اون هم بدون سر و صدا، بدون اطلاع رسانی در 21 شهریور 1401 ناباورانه سکته قلبی کرد و دنیا رو ترک گفت. و اما آخرین نفری که در خارج از کشور در آلمان زندگی رو ودا گفت، سیروس افهمی بود که در 19 اسفند با اینکه در تلاش بود رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه و به ایران بازگرده و به زادگاهش کرمان بره و در آرزوی پیروزی انقلاب نوین بود، متاسفانه این هنرمند بزرگ که سریال پهلوانان نقش پهلوان نایب کرمانی رو بازی می کرد هم از دنیا رفت و آرزوی دیدن وطن رو با خودش به گور برد. به هر حال متاسفیم که این همه از هنرمندان در سال گذشته از دنیا رفتند، کسانی که واقعا در حیطه هنر سینما، تئاتر و فرهنگ ایران نقش داشتند، کار کردند و برای مردم ایران خاطراتی رو به همراه داشتند. یاد همشون گرامی باد. تا برنامه دیگر، بدرود.